الله أكبر الله أكبر. دعا هنگام اذان برای حاجت، معتبر و بدون ردخور. هر زمان که خدا را صدا بزنیم، او صدای ما را میشنود. اما در روایات مختلف آمده است که خواسته های خود را هنگام اذان از خداوند بخواهید و دعا کنید، چرا که آن لحظه سرشار از انرژی مثبت است. اما دعا کردن آداب مخصوصی دارد و خوب است بدانید خواندن چه دعایی هنگام اذان خوب است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. دعای وقت اذان برای حاجت. از جمله زمانهایی که دعا بهتر مستجاب می شود هنگام اذان است. از پیامبر اکرم نقل شده است که هنگام اذان درهای آسمان گشوده می شود و دعا مستجاب می شود. همچنین فرمودند که دعای بین اذان و اقامه رد نمی شود و اگر انسان بین اذان و اقامه دعا کند، دعایش برآورده می شود. بر این اساس میتوان گفت هنگام تکبیر الله اکبر اذان، یعنی زمان توجه به خداوند، فرا رسیده است و خداوند دعای بندگانش را برآورده میسازد. اما باید توجه داشت که دعا تنها به زبان و کلامی نیست و فرد باید با قلب خیش به معبودش متصل شود. از ائمه و بزرگان دینی دعاهایی سفارش شده است که زمزمه کردن آنها هنگام اذان به برآورده شدن حاجات کمک می کند. 1. صلوات. بهترین دعا برای اجابت دعا هنگام اذان صلوات بر محمد و آل محمد است. هنگام اذان صلوات بفرستید و سپس خواسته خود را از خداوند طلب کنید. به گفته یه پیامبر، با صدای اذان شیطان فرار می کند تا صدای اذان را نشنود و در این هنگام است که درهای آسمان و بهشت باز می شود و دعا مستجاب می شود. همچنین فرمودند که بین اذان و اقامه دعا رد نمی شود. تکرار اذان. هنگام شنیدن اذان به همراه مؤذن اذان را تکرار کنید و سپس با صلوات بر محمد آل محمد خواسته خود را از خداوند بخواهید. همراهی با اذان همچنین باعث افزایش رزق و روزی خواهد شد. ذکر یا وهاب. هنگام اذان و بعد از خواندن نماز 7 مرتبه بگویید یا وهاب و سپس حاجت خود را از خداوند بخواهید که انشاء الله برآورده خواهد شد. دعا هنگام اذان مغرب برای حاجت از امام علی علیه السلام. برای خواندن دعای حاجت هنگام اذان مغرب، دعایی از امام علی علیه السلام که به یارانش سفارش کردن را بخوانید. بین اذان و اقامه سجده کنید و در حالت سجده بگویید پروردگارا، با خضوع و خشوع و ذلت برایت سجده کردم. خداوند در پاسخ می گوید ای فرشتگان من، به سرفرازی و جلالم سوگند، مسلماً محبت او را در دل بندگان مؤمن و هیبت او را در دل منافقان قرار خواهم داد. دعای وقت اذان برای ازدواج. اگر گرهی در ازدواج شما افتاده است، با خواندن دعای زیبا هنگام اذان از خداوند بخواهید تا مشکل شما را برطرف کند. سوره های یاد شده را با حضور قلبی بر آب پاکی بخوانید و روز جمعه قبل از اذان مغرب به همراه آن آب غسل نمایید. 7 مرتبه سوره فلق،
7 مرتبه از سوره ناس، 71 مرتبه از سوره اخلاص، 2 مرتبه از سوره طه، 1 مرتبه از سوره کافرون. حالا 3 مرتبه سوره طه را بخوانید و هنگام اذان به سجده رفته و از صمیم قلب خواسته خود را از خداوند بخواهید، ان شاء الله که حاجت روا شوید. دعای اول صبح برای حاجت، ذکر یا سمیع، خواندن 180 مرتبه ذکر یا سمیع یا بصیر به عنوان دعا که هنگام اذان برای حاجت معرفی شده است بسیار مجرب است. بهتر است این ذکر را قبل از اذان صبح و یا بعد از اذان صبح تکرار کنید. با خواندن این ذکر به هیچ چیز محتاج نخواهید شد و با صفای باطن دعاهای شما مستجاب خواهد شد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان هنگام اذان زیر لب دعایی را زمزمه می کردند که به گفته ایشان دعایی است که امام علی علیه السلام شبی که به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جای ایشان خوابیدند این دعا را خواندند: ای آن که پروردگاری همراهش وجود ندارد تا خوانده گردد، ای آن که آفریننده‌ای برتر از او نیست که از او ترسیده گردد، ای آن که غیر از او خدایی نیست که از او پرهیز گردد، ای آن که وزیری ندارد تا خود در پرده قرار گیرد، ای آن که دربانی ندارد که او طرف حساب باشد، ای آن که درخواست فراوان جز بر بزرگواری و بخشش او نمی افزاید، ای آن که بزرگی گناه جز بر دلسوزی و گذشت او افزون نمی کند، بر محمد و آل محمد درود فرست و با آنچه خود سزاوار آن هستی با من رفتار کن، که تو سزاوار تقوا و سزاوار گذشتی و تو سزاوار بخشش و خیر و بزرگواری می باشی. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.